امسال نیز مانند سالهای گذشته در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان جمع کثیری از زائران و شیعیان با حضور در شهر مقدس سامر را روز جهانی یاری امامین عسکریین علیه ما را گرامی داشتند. این سنت شهست ساله امسال نیز به همت دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله ازما صادق شیرازی حفظه الله انجام شد. <applause> ببخشید. در همین راستا سید عارف نصرالله مسئول روابط عمومی دفتر معظم الله در شهر مقدس کربلا در این باره به خبرنگار خبرگزاری اخبار شیعه گفت در راستای عمل به توصیه مرجعیت شیعه آیت الله سید صادق شیرازی ده هزار زائر در قالب موکب ولایت و وفا و فتح در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان راهی شهر مقدس سامرا شدند تا روز جهانی یاری امامین عسکریین علیهما سلام را گرامی دارند و افزود امسال 400 اتوبوس زائر از شهر مقدس کربلا راهی حرم امامین عسکریین علیهما سلام شدند در تلاش هستیم که در سالهای آینده تعداد زائران افزایش یابد و به میلیونها نفر برسد. کشور چین با صدور بیانیه ای اعلام کرده میخواهد از توسعه هوش مصنوعی حمایت کند این بیانیه باعث نگرانی اروپا و ایالات متحده شده و فراخوانهای اعمال مقررات یا ممنوعیت ها بلندتر می شود به این ترتیب دستورات برنامه ریزی شده چین برای جهتگیری ایدئولوژی که سیستم های هوش مصنوعی آن به درخواست در غرب برای تنظیم این صنعت به سرعت در حال تحول دامن زده است. در همین راستا فلوریان تورسکی وزیر امور مربوط به دیجیتالی سازی اتریش در این باره گفت در صورت اجرای این طرحها لازم است سیستم های هوش مصنوعی ایجاد شده در چین از بازار اتحادیه اروپا حذف و در اروپا ممنوع شوند. از سوی دیگر چاک شومر رهبر اکثریت مجلس سنای ایالات متحده به چین اشاره کرد و از نیاز به اقدام سریع با توجه به تاثیر هوش مصنوعی بر جامعه آمریکا و اقتصاد جهانی صحبت کرد و تاکید کرد که او در حال تدارک یک طرح غیر حزبی برای این منظور است. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده با انتشار بیانیه از ارتش میانمار به خاطر سرکوب منتقدان که خواستار دستیابی به دموکراسی هستند به شدت انتقاد کرد. در بخش از این بیانیه که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید آمده، بسیاری از اخبار و اطلاعات دریافتی ما از داخل میانمار حاکی از آن است که ارتش این کشور که قدرت و زمام امور را در میانمار در دست گرفته مخالفان خود و منتقدانی که خواهان دستیابی به دموکراسی هستند را به شدت سرکوب می کند. این بیانیه افزود یکی از نمونه های این سرکوب جنایت ارتش در منطقه ساگاینگ است که موجب کشته شدن و زخمی شدن دهها غیر نظامی شد از جامعه بین الملل درخواست میکنیم که هرچه سریعتر در موضوع میانمار ورود کنند خاج عاصف وزیر دفاع پاکستان در یک گفتگوی تلویزیونی هشدار داد اگر حکومت افغانستان نتواند فالقاط های تروریست های زد پاکستان را مهار کند به مخفیگاه های آنها در این کشور حمله خواهیم کرد وی افزود مقام های پاکستانی در سفر به کابل بارها به حکومت افغانستان یادآور شدند که به تعهدات امنیتی فرامرزی خود عمل کنند و مانع استفاده از خاک افغانستان برای طراحی و انجام حملات به پاکستان شوند آسف ادامه داد اگر این کار انجام نشود مجبوریم به برخی اقدامات متوسل شویم و قطعا هر جا پناهگاه های تروریست در خاک افغانستان باشد به آنها ضربه بزنیم زیرا این وضعیت را برای طولانی مدت تحمل نخواهیم کرد وزیر دفاع پاکستان افزود امیدواریم تهدیدات امنیتی برای اسلام آباد به جایی نرسد که مجبور شویم کاری انجام دهیم که به مزاج همسایگان و برادران ما در کابل خوشایند نباشد. گزارش تازه منتشر شده یه سازمان ملل در روز جمعه نشان داد که اگر مجموعاً 97 میلیارد دلار بودجه اضافی برای تأمین نیازهای آموزشی کشورها نداشته باشند بسیاری از کشورها در دستیابی به اهداف آموزشی در سال 2023 شکست خواهند خورد گفتند این برنامه بر اساس چهارمین هدف سند توسعه پایدار متمرکز شده که هدف آن تضمین آموزش با کیفیت، فراگیر، عادلانه و ارتقای فرصتهای یادگیری مادام العمر برای همه اخشار می باشد. در پایان گفتنیس بزرگترین شکاف مالی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا یافت می شود که برای جبران این شکاف 70 میلیارد دلار بودجه سالانه نیاز است. همچنین در این کشورها 20 درصد جمعیت در سنین ابتدایی و 60 درصد در سنین دبیرستان از تحصیل محروم می باشند. سازمان ملل مراسم نیایش میان ادیانی برای ایجاد صلح را در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برگزار کرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از کانیندیا سازمان ملل مراسم نیایش میان ادیانی برای ایجاد صلح را در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برگزار کرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در سخرانی افتتاحیه ای این مراسم گفت امروز ما بیش از هر زمان دیگری به صلح نیاز داریم به افزود جنگ و درگیری باعث ویرانی فقر و گرسنگی شده و ده ها میلیون نفر را از خانه های خود بیرون رانده و بسیاری از کشورها گرفتار نابرابری ها و شکاف های سیاسی شدن. آنتونیو گوترش افزود در این لحظه مبارک تجدید پیوندهای میان ادیانی اجازه دهید صدای خود را برای صلح که ستاره هدایت ما و با ارزشترین هدف ماست بلند کنیم بیایید بر سر ایمان مشترکی که خانواده بشری را متحد می کند محکم بمانیم بیایید به عنوان جوامع و کشورها دور هم جمع شویم و بیایید برای صلح دعا کنیم نتایج یک تحقیقات جدید که از سوی مجله نیچر منتشر شد نشان می دهد که تغییرات آب و هوایی ناشی از اقدام های بشری موجب افزایش خوشکسالی های غیر می شود. این تحقیقات که به تصاویر گرفته شده توسط ماهواره فضایی طی 60 سال یعنی از سال 1951 تا 2014 میلادی استناد کرده نشان می‌دهد رطوبت خاک جهان روز به روز خشکتر شده است در بخش از این گزارش نیز به تحقیقات یوان استاد دانشگاه نانجینگ چین اشاره کرده که می‌گوید موج خشکسالی جهان هر ساله رو به افزایش است و بیشترین شدت آن در قاره اروپا و شمال و شرق آسیا و نیز مناطقی در ساحل آفریقا و سواحل غربی آمریکای جنوبی مشاهده می شود. گفتنی است این اولین باری نیست که گزارشی هشدارآمیز در مورد وضعیت خشکسالی در جهان منتشر می شود.